سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. تو این ویدیو میخوام براتون راجع به مکالمه ای که داخل آرایشگاه پیش میاد صحبت کنم، پس با من همراه باشید. اول از همه با یه سری لغت شروع میکنیم که معمولا دم در آرایشگاه ها نوشته: Waschen, Schneiden, Föhnen. Waschen, Schneiden, Föhnen. Waschen یعنی شستن، Schneiden یعنی کوتاه کردن، Föhnen یعنی سشوار کشیدن. Strähnchen هایلایت موه. وقتی میگیرن تیکه تیکه مو رو رنگ میکنن، اینجوری قسمت قسمت مو، حالا یا کلفت یا نازک، به اون میگن Strähnchen. یه چیز دیگه هم هست که خود قدیمی شده، Dauerwelle. وقتی که مو رو فر میکنن، فری که بمونه توی مو، بهش میگن Dauerwelle. حالا شما باید بگین که چیکار میخواین بدین انجام بدن براتون. اینجا باید حواستون باشه که نمیتونید بگید Ich möchte meine Haare schneiden. این به این معنی که خودتون میخواید قیچی رو بگیرین دستتون و موهاتون رو کوتاه کنید. یادتون باشه باید حتما از فعل lassen استفاده کنید برای هر کاری که میخواین داخل آرایشگاه انجام بدین. مثلا اگر بخواین بدین موهاتون رو کوتاه کنن، میگین Ich möchte meine Haare schneiden lassen. میخوام بدم کسی موهام رو کوتاه کنه. میخوام که موهام کوتاه بشه. اگر میخواین موهاتون رو رنگ کنید، میتونید بگین Ich möchte meine Haare färben lassen. یا اینکه اگر بخواین فقط اون قسمتی که بالای سرتون در اومده رو بدین رنگ کنن، میگین Ich möchte meinen Ansatz färben lassen. این اون قسمتیه که فقط در اومده بالای سره. Ich möchte meinen Ansatz färben lassen. اگر بخواین بدین فقط نوک موهاتون رو کوتاه کنن، میگین Ich möchte die Spitzen schneiden lassen. Ich möchte die Spitzen schneiden lassen. حالا اینا رو میگین و بعد اون خانمی که جلوی دره میبرتتون سر جاتون، سر یک صندلی بشینین تا آرایشگر بیاد و براتون کاری که میخواین انجام بدین رو انجام بده. معمولا وقتی که آرایشگر میاد میگه، یکی از مدل هایی که میتونه بگه اینه که میگه Was wird bei Ihnen gemacht؟ چه کاری برای شما انجام میشه؟ Was wird bei Ihnen gemacht؟ باز باید توضیح بدین که چی میخواین. بهترین مدلش اینه که واقعا یه عکسی به خودتون ببرین و نشون بدین که براتون شبیه همون عکس سعی کنه موهاتون رو در بیاره. ولی من براتون چیزهایی که میتونین بگین رو اینجا دونه دونه میگم. اینجا باید دوباره به خانم بگین که چی میخواین. Ich möchte meine Haare schneiden lassen که گفتم، یعنی میخوام موهام کوتاه بشن. و همونجا که گفتم Ich möchte die Spitzen schneiden lassen، یعنی فقط میخوام نوک موهام زده بشه، کوتاه بشه. اگر بخواین براتون چتری کوتاه کنه، میتونین بگین Ich möchte mir einen Pony schneiden lassen. Einen Pony. Pony میشه چتری مو. و اگر بخواین چتری موتون کج باشه، یعنی اینجوری صاف نباشه، کج باشه، میتونین بگین Ich möchte mir einen schrägen Pony schneiden lassen. وقتی که آرایشگر شروع میکنه به کوتاه کردن، حالا چه بخواین پونی داشته باشین، یعنی چتری داشته باشین، چه نداشته باشین، همیشه ازتون میپرسه Wie tragen Sie Ihren Scheitel؟ Scheitel به این خطیه که فرق سره، فرق فکر کنم بهش میگن، یعنی از کجا باز میکنیدش، این مره، وسط، یا اینکه اینجاست، که یا میتونین نشون بدین که من معمولا نشون میدم، یا اینکه میتونین بگین links یعنی چپ باز میکنم این خط، یعنی اینجوری فرق سر فکر کنم میگن، فرقمو چپ باز میکنم، یا اینکه rechts یعنی راست باز میکنم، یا اینکه in the middle یعنی وسط، یا اینکه میتونین نشون بدین. بعد شروع میکنه به کوتاه کردن. مدل موی کوتاه، کوتاه کوتاه پسرانه میگن kurzer Frisur. میتونین بگین Ich möchte eine kurzer Frisur. یعنی میخوام کوتاه کوتاه بشه موهام. اگر بخواین فقط تا حدی کوتاه بشه که بتونید دنبه اسبی ببندین موهاتون رو، میتونین بگین Bitte nur so viel abschneiden, dass ich mir noch einen Pferdeschwanz binden kann. Bitte nur so viel abschneiden, dass ich mir noch einen Pferdeschwanz binden kann.
Bitte nur so viel abschneiden, dass ich noch einen Pferdeschwanz tragen kann. Pferdeschwanz یعنی دنبه اسبی. یعنی من میخوام یعنی فقط تا حدی کوتاه کنید که من هنوز بتونم دنبه اسبی ببندم. موخوره به آلمانی میشه شپلیس. اگر بخواید بپرسین موخوره دارم، میتونید بپرسین habe ich Spliss? Habe ich Spliss? یه چیزی که یادم رفت قبل از اینکه شروع کنم به کوتاه کردن، خب مسلما موها رو میشورن و موقع شستن مو همیشه میپرسن که آیا آب اوکی هست یا نیست، یعنی زیاد داغ نباشه یا سرد نباشه. مثلا میپرسه ist das okay so، اینجوری اوکی هست. ist das Wasser okay، آب اوکی هست. منظورش اینه که سرد و گرم نباشه. اگر به نظرتون خیلی سرده میتونید بگین das Wasser ist zu kalt. اگر به نظرتون خیلی گرمه میتونین بگین das Wasser ist zu heiß. و اگر هم اوکیه که میگین ist okay، یعنی که das Wasser ist okay، همون ist okay هم بگین تو محاوره کافیه. وقتی که سرتون رو شست معمولا میپرسه که آیا تقویت کننده مو بزنه یا نزنه، که اون بعد دوباره بهش اکسترا پول بدین. به اون میگن Haarkur، یعنی که پفلیگه، Haarpflege. و معمولا میپرسن soll ich Ihnen noch eine Haarkur reinmachen؟ یعنی که möchten Sie eine Haarkur؟ یعنی همون تقویت کننده مو رو میخواین یا نمیخواین؟ که یا میشه گفت Haarpflege یا میگن Haarkur، جفتش میشه. این از این. بعد موقع کوتاه کردن که کوتاه میکنه، شایتل و اینا رو هم که گفتم. وقتی که کوتاه کردن تموم شد معمولا میپرسن که آیا خودتون میخواین موهاتون رو سشوار بکشین یا اینکه ما براتون بکشیم. میپرسه möchten Sie Ihre Haare selber föhnen؟ möchten Sie Ihre Haare selber föhnen؟ یعنی خودتون میخواین موهاتون رو سشوار بکشین. oder sollen wir Ihre Haare föhnen؟ یا اینکه ما موهاتون رو سشوار بکشیم. اگر بخواین خودتون بکشین میگین که ich föhne meine Haare selber. ich föhne meine Haare selber. و اگر بخواین بدین اونها بکشن و میخواین خیلی مؤدبانه بگین، میتونین بگین würden Sie bitte meine Haare föhnen. یا اینکه es wäre nett wenn Sie mir die Haare föhnen. یعنی خیلی خوب میبود اگر شما موهای من رو سشوار بکشین. اگر موهاتون فره و شما میخواین بدین براتون موهاتون رو صاف بکنن، با سشوار موهاتون رو صاف بکنن، چون اگر فر باشه معمولا همون فر میذارن بمونه، اون موقع باید بگین bitte föhnen Sie mir die Haare glatt. bitte föhnen Sie mir die Haare glatt. یا اینکه میتونین بگین ich möchte meine Haare glatt föhnen lassen. ich möchte meine Haare glatt föhnen lassen. glatt یعنی صاف. پس این از مدل های مختلف صاف کردن و خشک کردن. و خشک کردن مو با سشوار میشه trocken föhnen. مثلا میتونیم بگین würden Sie mir bitte die Haare trocken föhnen؟ یعنی میشه موهام رو با سشوار خوش کنید. یا یعنی اینکه ich möchte mir die Haare trocken föhnen. haben Sie einen Föhn؟ یعنی من میخوام موهام رو با سشوار خوش کنم، سشوار دارین؟ اگر نخواین بدین آرایشگر براتون این کار رو بکنه. ich möchte mir die Haare trocken föhnen. haben Sie einen Föhn für mich؟ für mich هم میتونید بگید یا نگید. اگر بگیم haben Sie einen Föhn یعنی یک سشوار دارین، و اگر بگیم haben Sie einen Föhn für mich یعنی یک سشوار را برای من دارید. این از این. حالا بریم سراغ رنگ کردن مو. اگر بخواین همونجور که گفتم فقط اون قسمتی که از موتون در اومده رو رنگ کنید، که بعد بگین ich möchte meinen Ansatz färben lassen. Ansatz اون قسمتیه که در اومده از مو. اگر بخواین کامل رنگ کنید میگین ich möchte meine Haare färben lassen. اگر بخواین هایلایت فقط داشته باشین میگین ich möchte Strähnchen. که بعد
بعد رنگ رو بگین دیگه چه رنگی میخواین، براتون کارت میاره که رنگ رو انتخاب کنید. اگر بخواین در کل کمی روشنتر بشه موهاتون، میتونین بگین آمیانه است البته، ich möchte heller werden. یا اینکه میتونین بگین ich möchte meine Haare heller färben lassen. اگر بخواین تیره تر بشه موهاتون، باز به آمیانه میتونین بگین ich möchte dunkler werden. یا اینکه میتونید جملتون رو کامل تر بگین ich möchte meine Haare dunkler färben lassen. تیره تر، dunkler میشه تیره تر، heller میشه روشن تر. اگر هایلایت تیره میخواین میگین ich möchte dunkle Strähnchen، هایلایت تیره تر. اگر بخواین هایلایت روشن تر داشته باشین میگین ich möchte helle Strähnchen، یا اینکه hellere Strähnchen. helle Strähnchen یعنی من میخوام هایلایت روشن، hellere Strähnchen یعنی من میخوام هایلایت روشن تر. اگر دوست داشته باشین بپرسین آیا ابرو هم برمی دارن، میتونین بگین kann man sich bei ihnen die Augenbrauen zupfen lassen. kann man sich bei ihnen die Augenbrauen zupfen lassen. یعنی آدم میتونه پیش شما بده ابروهاش رو وردارن. Augenbrauen میشه ابروها، zupfen میشه برداشتن ابرو، و باز هم از فعل lassen استفاده میکنیم چون که میخوایم بدیم کس دیگری برامون این کار رو انجام بده. حالا طرف آرشگر یا میگه بله یا میگه خیر، و بعد میپرسه میخواین انجام بدین یا نه، و شما میگین ich würde gerne meine Augenbrauen zupfen lassen، من میخوام بدم ابروهام رو وردارین. یا اینکه ich möchte meine Augenbrauen zupfen lassen، من باز هم من میخوام ابروهام رو وردارید. این بودن چیزهایی که تو ذهن خودم اومد برای صحبت در آرایشگاه. اگر سوالی دارین در این مورد، چیزی رو جا انداختم، برام تو کامنت ها بنویسین، سعی میکنم سریع جواب بدم. این ویدیومون به پایان رسید. مثل همیشه ممنون که تا آخر تماشا کردین. امیدوارم موفق باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.